شازیه قصه واقعی زندگی نویسنده فریبا چرخی گرفته شده از کتاب پس از خاموشی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا در این برنامه داستان شازیه را تقدیمتون میکنم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب بکنید و علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان شازیه. در دفتر صاحبی مصروف کارهای روزانه بودم. خبر رسید که یک دختر و سن 14 ساله دست به خودکشی زده. سری به شفاخانه انتقال یافته است که از مرگ نجات یافت. خواستم که از جریان این واقعه دلخراش آگاه شویم. همان بود که با همکاران خیش راهی شفاخانه مربوط شدیم. همانا خشونت فامیلی و ازدواج اجباری قبل از وقت. اینها باعث این ناهنجاری شده بود. به هر حال سوالهای زیاد نزد خود داشتم که بایست از جریانهای اتفاق افتاده دقیق تر آگاه می شدم. اما ناگزیر باید مدت انتظار می کشیدم تا وضعیت مریض بهبود یابد. بعد از گذشت 3 روز جویای احوالش شدم. گفتند مریض بعد از مرخص شدن از شفاخانه به ریاست امور زنان تسلیم داده شده است. بعد ریاست امور زنان سر زدم و با مسئولی که قضیه را بررسی کرده بود هم صحبت شدم. گفت بله، دختر نوجوانی که 1 سال قبل در بدل پول به طور اجبار به شوهر داده شده. از ظلم زیاده که بالایش صورت گرفته دست به خودکشی زده. خوشبختانه توسط همسایه هایش جهت تداوی و شفاخانه انتقال و با سعی و تلاش دکتران نجات یافته است. بعد از نجات یافتن او را که نمیخواست دوباره به خانواده و فامیلش زندگی کند، پلیس بعد از بررسی و دلایل خودکشی تصمیم بر آن گرفت تا او را به ریاست زنان واگذار کند، در حالی که ریاست امور زنان ولایت تخار از امکانات خوب مخصوصا امنیتی برخوردار نیست. بعد از صحبتها با خانواده های مادر و شوهر دختر تصمیم بر آن شد که تا اقدامات بعدی او در خانه مادرش بماند. در عین حال او خواهان طلاق از شوهر خود نیز است. با ابراز سپاس از ریاست امور زنان و آن مسئول در تخار راهی منزلی که دختر در آن اقامت داشت شدم. بعد از معلومات از دفتر پلیس آدرس را پیدا کردیم که آنها در ولسوالی ینگی قلعه آن ولایت به سر می برند. روانی ولسوالی ینگی قلعه شدیم و خانه را بعد از پرسپال زیاد پیدا کرده و در را کوبیدم. طفل خردسال دروازه را باز کرد. گفتم می خواهم با یکی از بزرگان فامیل حرف بزنم. برشان بگو که کسانی از ولسوالی آمده اند. بعد از اندک انتظار خانم دم در آمد که از سر و وضع آن خانم فقر و غربت به خوبی مشاهده می شد. سلام کردم، جواب داد علیکم سلام. بلافاصله پرسیدم که خانه شازیه شان است؟ گفت بله. مگر شما کی هستین؟ گفتم ما کارمندان نهاد کمک به زنان و کودکان هستیم. می خواهیم شما را به خاطر موضوع شازیه کمک کنیم. گفت چه کمکه؟ گفتم اجازه دهید تا داخل خانه شده با خود شازیه گپ بزنیم. ببینیم که چه کمک نیاز دارد و چه کمکی از دست ما برمی آید. داخل اولی شدیم. یک کلبه غریبانه
و تمام معنا از در و دیوارش فقر و بیچارگی و بی‌بضاعتی نمایان بود. با برداشتن هر قدم به طرف اتاقی که شازیه در آن بود، گلویم را عقده می گرفت. در اتاق را باز کردم. شازیه زیر یک تخت لحاف خیلی ها کهنه در اتاق تقریبا سردی نشسته بود. خودش را با چادر سرش پیچانیده بود و آرام سلام داد. سلام علیک گفتیم. پرسیدم بهتر هستی؟ گفت حالا خوب هستم. گفتم می شود کمی با هم صحبت کنیم؟ با تکان دادن سر پذیرفت. پرسیدم نامت چیست؟ گفت شازیه. چند ساله هستی؟ گفت 14 ساله باشم. چقدر وقت شد که عروسی کردی؟ گفت 1 سال. گفتم چرا در این سن و سال کم عروسی کردی؟ گفت پدرم فوت کرده و از اقتصاد ما خوب نیست و برادران ناسکه هم مرا در بدل 200,000 افغانی با یک پسر دیوانه عروسی کردن. گفتم پس چرا دست به خودکشی زدی تا خودت را از بین ببری؟ گفت شوهرم دیوانه است و همیشه مرا لتکوب می کند و زشتر از این که شوهرم 5 برادر دارد که هر کدام از من مثل زنشان به زور و جبر سوء استفاده می کنند. وقتی نخواهم و رد کنم تا که توان دارن مرا لتکوب می کنند. از زندگی خسته شدیم. عقده کرد و در گلویش باخت پیچید، اما با آن هم ادامه داد. وقتی در یک روز هر کدامشان بار بار از من تقاضای عمل جنسی داشتهاند، شوهرم به خوب و بد نمی فهمد و هر کدام به نوبه خود مرا تهدید می کند که باید وضعیت را به کسی نگویم. در غیر آن خودم و خانواده ام را می کشند. همان بود که چاره جز خودکشی پیدا نکردم و به بهانه این که خانه زیاد موش پیدا کرده از ایشان دوای مرگ موش خواستم. وقتی آن را برایم آوردند همه را خودم خوردم تا بمیرم و از این زندگی بدبخت و کثیف نجات پیدا کنم. شازیه معصوم پی هم میگریست. من تلاش داشتم تا آرامش کنم، اما گلویش چنان عقده کرده بود که حتی میخواست چیخ بزند. سخت گریه کرد و بعد کمی خودش را آرام کرد و ادامه داد. من دیگر نمیخواهم به خانه شوهرم برگردم. میخواهم طلاق بگیرم. در ضمن میخواهم مکتب بروم و مانند شما تحصیل کرده شوم تا بتانم به پای خود استاده شوم. اما امیدم خیلی ها کم است، چون هیچ حمایت کننده ای ندارم. مادرم زن بیچاره و بی‌سواد و فقیر است. در خانه های مردم صفاکاری می کند تا بتانه خواهر و برادر کوچکم را نان بدهد. برادران ناسکم نمی خواهد که من طلاق بگیرم و برادران شوهرم همه ایشان مسلح هستند. نمی دانم عاقبت کار چه خواهد شد. اولسوالی و ریاست امور زنان وعده کردند که طلاقم را می گیرند. تا آن وقت باید در خانه مادر بمانم. اما خودم را محفوظ احساس نمی کنم. زیاد می ترسم از اینکه خانواده شوهرم بلای سر فامیلم نیارن و از نگاه اقتصادی هم مادرم این توان را ندارد که من نان و آب ازشان بگیرم. شازیه حرفهای دلش را گفت. ما هم شنیدیم. قصه اش آنقدر دردآور و متاثر کننده بود که خودمان را فراموش کرده بودیم. حکایتی که در چنین عصر و زمان آن هم در یک کشور اسلامی و مذهبی به شکل فجی و بی‌رحمانه صورت گرفته است. این قصه بود که افشا شده است. چه دردهایی هستند که آنها را پنهان در دل خاک با خود فرو می‌برند. با شازیه وعده کردم که اگر نهاد ما در زمینه کار برایش کرده بتواند آن را دریغ نمی‌کنم. بعدان تصمیم گرفتم که یک مقدار معاش از جانب نهاد ما برایشان اهدا شود تا باشد شمعی از مشکلاتشان را حل کنیم. از این موضوع هنوز یک ماه نگذشته بود که یک روز صبح زود صدای زنگ تلفن مرا از خواب بیدار کرد.
دیدم شماره یکی از همکاران صاحبی روی صفحه موبایلم زنگ می‌خورد. پیش خود گفتم خدا خیر کند، در این صبح وقت معمولاً اخبار ناخوشایند بوده و همیشه در صبح زود همچون خبرهای از ساحل رسیده است. گفتم بله. گفت ساحل استم. گفتم بله برادر، سلام. جواب داد سلام خواهر. صدای همکارم خیلی ها گرفته و ناراحت بود. پرسیدم که ناراحت به نظر می رسی، خیریت است؟ گفت متاسفانه خیریت نیست. نیمه شب گذشته فرد یا افراد نامعلوم شازیه را در جای خوابش به قتل رسانیده و خودشان فرار کرده اند. شازیه دیگر زنده نیست. من هم پشت تلفن خیلی ناراحت و متاثر شدم و یک بار دیگر همه جریان صحبت‌هایی را که همراهم داشت در ذهنم زنده کردم و جز افسوس هیچ حرف دیگری برای گفتن نداشتم. این بود سرنوشت دختر مانند هزاران دختر زن دیگری که در کشورم روزانه اتفاق می افتد و بدبخت می آیند و بدبخت هم از دنیا می روند. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.